شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از بخشی دیگر از لندن به ما پیوستند. خانم صدر، اول میخواستم از شما کسب اطلاع بکنم که چه خبری از وضعیت کشته شدگان، تعداد اونها در حقیقت و بازداشت شدگان دارید؟ حتی رسمی یا نیمه رسمی اعلام شده و تا جایی که ما میدونیم و تونستیم تایید بکنیم، ده‌ها معترض، حداقل ده‌ها معترض با شلیک گلوله نیروهای انتظامی یا امنیتی تا به حال حداقل در 15 شهر ایران به قتل رسیدن. هزاران نفر بازداشت شدن و سرکوب خیلی خیلی شدید و سازمان یافته در تمامی شهرهایی که اعتراضات بوده وجود داره. جو امنیتی سنگینه و همونطور که همه میدونن حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات با بسته شدن کامل اینترنت و قطع همه ارتباطات با دنیای بیرون کاملا نادیده گرفته شده و نقض شده. اشاره کردید که کسب اطلاع بسیار مشکل هست. اولین باری نیست که چنین اتفاقی در ایران میفته. چه میشود کرد در چنین شرایطی وقتی که اطلاع رسانی مختل شده؟ ببینید، به نظر من دو تا کار بسیار مهمی وظیفه همه کسایی که در حوزه به خصوص حقوق بشر فعالیت میکنن هست. یکی این که باید جامعه جهانی رو وادار بکنن به واکنش شدید و سریع در وهله اول برای برقراری ارتباط و اینترنت در ایران، و در وهله دوم برای اینکه کسانی که مسئول قتل مردم بودن و مسئول بازداشت و احتمالاً شکنجه هایی که در بازداشتگاه ها در حال حاضر در جریان با توجه تجربه قبلی بشن. مسئله مهم اینه که به نظر من الان جمهوری اسلامی در این دوره جدید از اعتراضات تونسته سرکوبی بسیار شدیدتر انجام بده، به دلیل اینکه یکی از دلایلش این بوده که در مورد اعتراضات دی ماه 96 جامعه جهانی واکنش مناسب نشون نداد. به همین دلیل فکر میکنم ما خودمون در سازمان عدالت در ایران همین امروز نامه به اتحادیه اروپا ارسال خواهیم کرد و ازشون خواهیم خواست که واکنش مناسب نشون بدن. و به خصوص بسیار مهمه که نهادهایی که خیلی خودشون روشن و شفاف گفتن که ما در سرکوب نقش داشتیم، بسیج و نیروی انتظامی به طور با افتخار اعلام کردن که ما مردم رو در خیابان‌ها به قتل رسوندیم. به خصوص مهمه که اینها از سوی اتحادیه اروپا تحریم بشن. همینطور مهمه که کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه‌ای که تکنولوژی دارن بتونن تلاش کنن که با استفاده از ابزارهایی که دارن اینترنت رو در ایران دوباره برقرار کنن. خانم صدر، گفتید از واکنش جهانی در گذشته مناسب نبود، الان هم تلاش میکنید که این واکنش متناسبتر بشه. الان خبرهایی داشتیم که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همینطور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هم دیگه صحبت کردن. ما از آمریکا کمون بیش شنیدیم، ولی شخص آقای ترامپ علارغم اینکه بدش نمیاد خیلی زود در موارد مختلف در توییتر اظهار نظر بکنه، تا حالا در این زمینه چیزی نگفته. آیا شما خانشی از این دارید؟ آیا میشه گفت که نوعی در حقیقت تعلل دیده میشه؟ ببینید، مسئله اصلی که نباید هیچ وقت یادمون بره اینه که هیچ کشوری در دلش برای وضعیت حقوق بشر در هیچ کشور دیگه نسوخته. یعنی اگر این دولت ها اعلام موضع میکنن در مورد وضعیت حقوق بشر، همواره تحت فشار سازمان های جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشری بوده، یا برای اینکه چهره سیاسی خودشونو حفظ کنن و یا شعارهایی رو که دادن محقق کنن. من فکر میکنم که مهم این نیست که ترامپ یا مکرون چه واکنش تا الان نشون دادن. مهم اینه که همه ما تلاش بکنیم تا جایی که میتونیم کشورهایی که مؤثرن و پرنفوذن در جامعه جهانی وادار بکنیم به انجام اقدامات معنیدار. ما احتیاج به محکوم کردن سرکوب تظاهر کنندگان از طرف سیاستمداران خارجی نداریم. ما احتیاج داریم که اینترنت در ایران دوباره بسته بشه. ما احتیاج داریم که نیروی انتظامی، سپاه و بسیج تحریم بشن به دلیل نقض حقوق بشر، و هر کدوم از عناصرشون یا کارمندانشون نتونن هیچگاه پاشون از ایران بذارن، در شرایطی که ما میدونیم که اونها به خصوص در اروپا بسیار بسیار فعالن و زندگی میکنن و تجارت دارن و رفت و آمد دارن. اینها اقدامات معنیداریه که میتونه به تظاهرات و به اعتراضات در ایران کمک کنه، وگرنه اینکه محکوم شده یا محکوم نشده چندان در نهایت نقشی رو بازی نخواهد کرد در اینکه جمهوری اسلامی سرکوب رو متوقف کنه و ماموران، عوامل و آمران این سرکوب ها و این نقض حقوق بشر شناخته بشن و مورد پاسخگویی قرار بگیرن.
در نهایت برگردیم به نکته‌ای که با اون گفتگو رو شروع کردیم، اشاره کردید به اینکه خب باید اینترنت دوباره وصل بشه، ولی در این شرایط کسب اطلاع شما به چه شکله؟ گفتید که ده ها نفر کشته شدن، صد ها نفر احتمالاً زخمی، هزاران نفر هم بازداشت. چطور به این ارقام رسیدید؟ ببینید، همونطور که شما به عنوان روزنامه نگار بسیار سخت میتونین الان با ایران ارتباط برقرار کنین، وضعیت ما به همین شکله. اما اون ارقامی رو که ما داریم ازش یاد میکنیم ارقام کاملا حداقلیه که توسط منابع رسمی یا غیر رسمی تایید شده. حتی همین ارقام حداقلی نشون میده که دامنه سرکوب، قتل تظاهرکننده ها، بازداشت ها بسیار بسیار شدیدتر و گسترده‌تر بوده حتی از اعتراضات دیما. در یک بازه زمانی بسیار کوتاه دو یا سه روزه ما شاهد ده ها قتل بودیم که توسط شمخانی، یکی از در افرادی که میتونیم به عنوان از حساب نظر رسمی ازش یاد کنیم تایید شده. همینطور تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه ما تونستیم با تایید یک سری از ویدیوهایی که رسیده بود از ایران حداقل به یک آمار 35 نفره برسیم. ما با همین اسناد حداقلی هم به نظر من به اندازه کافی هست و بیشتر بسیار بیشتر از اندازه کافی هست برای اینکه بتونه جامعه جهانی رو به یک واکنش مؤثر، فوری و محکم برسونه. ممنونم از شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران.